همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، عضویت فنلاند رو در ناتو یک شکست استراتژیک برای روسیه دونستند. در مورد جزئیات این خبر از تو بیشتر بشنویم. در واقع همینطور هستش. به هر حال یکی از عللی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اوکراین حمله کرد این بود که مخالف این بود که مرزهای ناتو گسترش پیدا بکنه در اروپا و به روسیه نزدیک بشه. و خب امروز که اعلام میشه که فنلاند با 1340 کیلومتر مرزی که با روسیه داره به عضویت ناتو در میاد، در واقع یک شکست بزرگ برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. ضمن اینکه به هر حال هنوز به طور کامل عضویت سوئد هم رد نشده و این امید وجود داره که در ماه‌های آینده، حتی در هفته‌های آینده، اگر آقای اردوغان دوباره به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب بشه، شاید کشورهای اروپایی بتونن اون راضی بکنن که مخالفت خودش رو با عضویت سوئد کنار بگذاره. اما به هر حال نکته‌ای که بهش میشه اشاره کرد این هستش که این عضویت چندان آسان نبوده. همونطور که گفتم، آقای اردوغان و همچنین ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان مخالف این بودن که این دو کشور به ناتو بپیوندند. و خب دیدیم که به هر حال رئیس جمهور فنلاند تونست که آقای اردوغان رو راضی بکنه، اما همچنان مخالفت ها با عضویت سوئد به جای خودش باقی هستش. و خب اونچه که باید بهش اشاره کرد این هستش که آقای اردوغان همچنان تاکید داره که سوئد داره از گروه PKK به عنوان یک گروه تروریستی حمایت میکنه، اما خب سوئد این موضوع رو قبول نداره. و خب به نظر میاد که آقای اردوغان هم میخواد نسبت به ابزارهایی که در اختیارش هست از کشورهای اروپایی و از ناتو در واقع بخواد که منویات خودش رو تعمیم بکنه. به هر حال امروز نشستی برگزار خواهد شد، نشست وزرای خارجه ناتو هم خواهد بود طی امروز و فردا. موضوعات مهمی رو بررسی خواهند کرد و یکی از مهمترین موضوعات ادامه کمک‌های ناتو خواهد بود که در واقع یک کمک‌های طولانی مدت به اوکراین خواهد بود در مقابل تجاوز نظامی روسیه، و همچنین در واقع گفتگوهایی که روسیه و چین آغاز کردن و از نظر کشورهای اروپایی به نظر میاد که این اتحاد بین روسیه و چین بسیار خطرناک میتونه باشه. ضمن اینکه الان خانم فوندر لاین رئیس کمیسیون اروپا و همچنین آقای مکرون در چین هستن، به نظر میاد که براشون خیلی مهم بوده که سفر رئیس جمهور چین به روسیه. و خب در هفته‌های آینده هم قرار هستش که مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آقای بورل هم به چین سفر بکنه و به نظر میاد که همه تلاش‌های اروپا و همچنین کشورهای عضو ناتو برای مقابله با روسیه و بازداشتن پوتین از گسترش جنگ در کشورهای اروپایی خواهد بود. ممنونم احمد، قطعا روز مهمیه برای فنلاند و در بخش‌های خبری دیگه به تو برمیگردیم. متشکرم.